با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با بخش خبری نور در اولین روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. نخست سرخط خبر: انتقاد مولانا بدری از رفتارهای تبعیض‌آمیز با امدادرسانان در کرمانشاه. معصومیت بیش از 50 نفر بر اثر زمین لرزه در استان کرمان. ممانعت از سفر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به دیگر استانها. احضار 6 تن در سنندج از روی اداره اطلاعات. سازمان ملل: موشک پرتاب شده از یمن به ریاض ساخت ایران است. عربستان خواستار خلع سلاح گروه تروریستی حزب الله لبنان شد. نامه سرگشاده 4 زندانی سیاسی در پی ضرب و شتم محمد صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل. مولانا عبدالغنی بدری در مراسم یادبود جانباختگان زلزله کرمانشاه از رفتارهای سلیقه‌ای و تبعیض آمیز با امدادرسانان مؤسسه خیریه محسنین زاهدان انتقاد کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه محسنین زاهدان با اشاره به برخی مشکلات امدادرسانان در غرب کشور ابراز داشت: آنچه که جای گلایه دارد و عرض می کنم شاید حل بشود این است که به امدادرسانان ما در مناطق زلزله زده گفته شده باید ظرف 24 ساعت منطقه را ترک کنند، در حالی که همکاران ما هنوز به امدادرسانی مشغولند و بسیاری از کمک ها را انبار کردند و دارند خدمت می کنند. شاید افرادی سلیقه‌ای اقدام کنند، در هر صورت نباید تبعیض باشد. ما می‌خواهیم تا آخر کنار برادران کرد خودمان باشیم و در بازسازی منازل نقش داشته باشیم. چرا عده‌ای نمی‌گذارند ما همراه هموطنانمان بایستیم؟ به ادامه داد: خداوند بدون تبعیض رزق و روزی می‌دهد، حتی به آنهایی که او را قبول ندارند. ما نیز باید چنین باشیم و هر کس هر مذهب و هر قومیتی که دارد به وقت مشکل با او همدردی کنیم. وی در ادامه افزود: کمک های جمع‌آوری شده به دستور مولانا عبدالحمید حدود 2 تا 3 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی برآورد می شود. اعضای مؤسسه هنوز در محل مستقرند و خانواده های زیادی را تحت پوشش قرار دادند. گفتنیز مؤسسه خیریه محسنین زاهدان یکی از مؤسسات خیریه با سابقه و وابسته به دارالعلوم مکی زاهدان است. گزارش‌های اولیه هاکی است که روز جمعه زلزله نسبتاً قوی در شهرستان راور، زرند، سیرجان و کرمان احساس شده است. زلزله‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 6:02 بامداد روز جمعه 10 آذر ماه شهرستان راور در استان کرمان را لرزاند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به زمین لرزه 6.1 ریشتری گورک هجدک از مصدومیت 42 نفر در شهرستان کرمان و روستای راور در حین فرار خبر داد و گزارش‌های بعدی از رسیدن این تعداد به 51 نفر حکایت دارد. محمد صابری گفت از این تعداد 39 نفر مربوط به شهر کرمان و مابقی مربوط به روستاهای منطقه زلزله زده راور بودند. وی با اشاره به اینکه برخی از این افراد به دلیل ترس از زلزله خود را از ساختمان‌های چند طبقه خود به پایین انداختن ادامه داد: این افراد دچار آسیب جدی نشده‌اند و تاکنون هیچ مورد مصدومیت مستقیمی ناشی از زلزله نداشته‌ایم و هیچ فردی زیر آوار گرفتار نشده است. با این حال معاون عمرانی استانداری کرمان میگوید بر اساس اطلاعات به دست آمده زلزله روز جمعه تاکنون تلفات جانی نداشته است. سرپرست مدیریت بحران استان کرمان نیز از تخریب 122 منزل مسکونی روستایی کوهک کرمان خبر داد و گفته تاکنون هیچ خسارت جانی ناشی از زلزله گزارش نشده است. به اضافه کرد زمین لرزه ها همچنان ادامه دارد و ستاد بحران در کرمان تشکیل شده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگوی خبری اعلام کرد برای تردد و سفر به برخی استانهای کشور محدودیت دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام اینکه برای سفر به قم، تهران و سیستان و بلوچستان مشکلی وجود ندارد گفت برای سفر به دیگر استانها محدودیت‌هایی وجود دارد. مولوی عبدالحمید در این گفتگو تأکید کرد که هیچ حکم غیر رسمی به وی درباره محدودیت سفر ابلاغ نشده، ولی غیر رسمی اعلام می‌کنند که نمی‌تواند سفر کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از حسن روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده.
علی خامنه‌ای در شهریور ماه گذشته در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارد. جمعی از فعالان مدنی شهرستان سنندج از سوی اداره اطلاعات احضار شدند. احضار این افراد به علت انتقادشان از دستگاه امنیتی در مانع تراشی در مقابل فعالین مدنی جهت ایجاد کمپین جمعاری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه بوده است. در ادامه فعالیت فعالان مدنی شهر سنندج برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و انتقادشان از دستگاه امنیتی، طی روزهای گذشته افشین ادب، احمد کرباسی، فرهاد چتانی و طیب چتانی، لطف‌الله احمدی و حیدر اخته به اداره اطلاعات شهرستان سنندج احضار شد. این افراد ساعاتی را در رابطه با انتقادشان از کند بودن کمک رسانی دولت به زلزله زدگان استان کرمانشاه مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. همچنین اجازه راه اندازی کمپینی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به این افراد داده نشده است. در همین ارتباط دو تن دیگر به نام‌های سلام گلنواز امام جمعه روستای شیوه ابراهیم سردشت و ارژنگ زرگوش خبرنگار هفته‌نامه استانی در کرمانشاه پس از اتمام بازجویی‌ها به صورت موقت آزاد شدند. اخیراً اداره اطلاعات سردشت دست کم سه فعال مدنی به نام‌های رحمان مدنی، ادریس محمودی و جوانرو قادری را هم در همین رابطه بازداشت کرده بود. یک شهروند کرمانشاهی به نام قاسم زرگرزاده، یک شهروند بوکانی به نام مجید حسینیانی و یک فعال مدنی هم در سنندج به نام شهرام فرهادی در خصوص انتقادشان از دستگاه‌های دولتی مرتبط از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. یک گزارش سری متعلق به هیئت تحقیق سازمان ملل درباره موشک بالستیکی که از یمن به ریاض پرتاب شده بود گفته است این موشک ساخته ایران بوده. هیئت مستقل سازمان ملل متحد در گزارش خود در تاریخ 24 نوامبر گفته است هیئت سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته واسطه‌ای که این موشک‌ها را از ایران به روسیه‌ها رسانده است مشخص کند، اما در هر حال ارسال این موشک‌ها به یمن نقض آشکار قطعنامه 2015 سازمان ملل است که فروش سلاح به روسیه‌ها را تحریم کرده است. در همین حال هیئت نظارت سازمان ملل بر تحریم تسلیحاتی یمن از ارسال موشک‌های ساخت ایران برای حوثی‌های یمن خبر داده است. طبق این گزارش هیئت سازمان ملل بر اساس بررسی قطعات به دست آمده از موشک‌ها در دو پایگاه نظامی عربستان سعودی و بررسی آنها توسط کارشناسان مستقل تهیه و روز 24 نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد. این هیئت گفته است این موشک‌ها که در روزهای 19 می، 22 ژانویه و 26 ژوئیه و 4 نوامبر به عربستان سعودی شلیک شده است همه ساخت ایران هستند. عربستان سعودی بارها تأکید کرده که موشک‌های روسیه ساخت ایران است و ایران با ارسال موشک به گروه‌های تروریستی تلاش می‌کند در منطقه بی‌ثباتی و ناامنی را گسترش دهد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه 10 آذر ماه بار دیگر با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه گفته است بقای لبنان در گروه خلع سلاح گروه تروریستی حزب الله لبنان است. عادل الجبیر در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم اظهار داشت لبنان تنها در صورت خلع سلاح گروه تروریستی حزب الله قادر به بقا یا پیشرفت خواهد بود. تا زمانی که یک گروه شبه نظامی وجود دارد صلح در لبنان محقق نخواهد شد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی در بخش دیگری از اظهارات خود وضعیت در لبنان را غم‌انگیز توصیف کرد و گفته است ایران سراسر منطقه را به آشوب کشیده است. گروه تروریستی حزب الله لبنان در دهه 60 توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شد و اکنون در دولت لبنان مشارکت دارد و از طرف دیگر نیروهای این گروه در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد در حال جنگ با مخالفان حکومت سوریه است. وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه با اشاره به اینکه دخالت‌های ایران در منطقه از زمان انقلاب 57 آغاز شده گفت این روند میباید متوقف شود. سعید حریری نخست وزیر لبنان در 13 آبان ماه سال جاری در جریان سفر خود به عربستان ضمن متهم کردن ایران به دخالت در امور کشورهای عربی اعلام کرد که از مقام خود کنارگیری می‌کند. اعلام استعفای حریری باعث بروز تنش بین لبنان و عربستان شد. عادل الجبیر در بخش دیگری تأکید کرده که عربستان هیچ گونه رابطه‌ای با رژیم صهیونیستی ندارد. به گفته است که عربستان منتظر روند صلح عرب با رژیم صهیونیستی است. ژنرال گادی آیزناک رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در 25 آبان ماه در مصاحبه‌ای با یک وبسایت عربستان سعودی گفت رژیم صهیونیستی آماده است تا در راستای مقابله با ایران با عربستان سعودی همکاری اطلاعاتی کند.
محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که نسبت به وضعیت خود به مسئولین زندان اعتراض کرده بود، در پاسخ به اعتراض وی ماموران زندان علاوه بر ضرب و شتم، وی را با دستبند و پابند به قرنطینه این زندان منتقل کردند. 4 تن از زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل طی نامه‌ای سرگشاده به این رویه در زندان اردبیل اعتراض کردند و خواهان توجه افکار عمومی به این وضعیت شدند. محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی که در حین گذراندن دوران محکومیت 15 ساله خود در زندان اردبیل است، پس از اعتراض به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده نسبت به خود به قرنطینه این زندان منتقل شد. 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اردبیل به نام‌های ماهر کعبی، شیر احمد شیرانی، علی پاشگل و نور احمد حسن زهی طی نامه‌ای سرگشاده ضمن درخواست رسیدگی به وضعیت محمد صابر ملک رئیسی از کمیساریای حقوق بشر آقای زید و گزارشگر ویژه حقوق بشر به نام خانم اسما جهانگیری خواستند تا از دولت ایران بخواهد به سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران خاتمه دهد. در همین رابطه یک منبع نزدیک به آقای ملک رئیسی گفته در پی ضرب و شتم صورت صابر پر از خون شده بود، حال او اکنون خیلی وخیم است. در زمان مضروب شدن شدت ضرب و شتم در حدی بود که او به صورت بیهوش توسط ماموران به قرنطینه منتقل شد. ملک رئیسی که هزاران کیلومتر دورتر از خانواده خود در زندان اردبیل حبس و در تبعید به سر می‌برد، به دلیل دوری مسافت اساساً ملاقات با خانواده نداشته و تنها راه ارتباطی او تماس تلفنی محسوب می‌شود. مسئولین زندان با محروم کردن این زندانی از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات با خانواده‌اش، این مورد را وسیله‌ای برای اعمال فشار بر او قرار داد. در بخشی از متن نامه سرگشاده زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل آمده است: از دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل کمیساری عالی حقوق بشر آقای زید و از گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران خانم جهانگیر تقاضا داریم تا این گونه نقض حقوق بشری رژیم ایران را علیه شهروندان و زندانیان سیاسی تبعیدی و اقلیت‌های قومی مذهبی را به شدت محکوم نمایند و از رژیم ایران بخواهند تا پیش از این به نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان و اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه ندهد. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس را دارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.